خبر فوق العاده مهم، درگیری طالبان با مرزبانان ایرانی در نیمروز. به نام خدا و با درود سلام به کانال ادلا رسانه ما خوش آمدین. مشروح خبرها، شمس الدین حامد در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: درگیری شدید بین نیروهای مرزی طالبان و ایران. طبق اطلاعات موثق، درگیری شدید میان نیروهای طالبان و ایران در منطقه گذر عبدالرحمن ولایت نیمروز جریان دارد و هر دو طرف از اسلحه‌های سبک و سنگی در مقابل یکدیگر کار می‌گیرند. تا حالا علت درگیری و تلفات ناشی از آن مشخص نیست. چندین خانه مسکونی به اثر پرتاب‌های موشک از سوی نظامیان ایرانی تخریب شده است. این در حالی است که افغانستان انترنشنال می‌نویسد: منابع محلی در زرنج، افراد طالبان و مرزبانان ایرانی در نیمروز با هم درگیر شدند. منابع در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز میگویند که طالبان و مرزبانان ایرانی در منطقه گذر عبدالرحمن خان این شهر با هم درگیر شدند. این منابع گفتند که در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین هم استفاده شده. گفته می شود که این درگیری تا هنوز پایان یافته است. این در حالی است که روزنامه اطلاعات روز می نویسد: طالبان در نیمروز با مرزبانان ایرانی درگیر شدند. یک منبع در شهر نیمروز میگوید که در 1 کیلومتری شهر زرنج، مرکز این ولایت، میان طالبان و مرزبانان ایرانی درگیری شده است. این منبع میگوید که این درگیری ساعت 1 پس از 4 امروز یکشنبه 14 خود رخ داده است. به ادعای منبع، نظامیان ایرانی در ابتدا دو گلوله هاوار بر خاک افغانستان شلیک کرده و پس از آن درگیری آغاز شده است. منبع میگوید که درگیری پس از 1.5 ساعت متوقف شد. این منبع میگوید که در این درگیری دو خانه از ساکنان محل تخریب شده و درباره تلفات احتمالی این درگیری اطلاعاتی در دست نیست. گل محمد، سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در نیمروز، این رویداد را تایید کرد اما درباره آن جزئیاتی نداد. یکی از باشندگان منطقه مرزی میگوید که در نزدیکی خانهاش هنگام نماز چاش تیراندازی شنیده و وقتی از خانه بیرون میرفت که انتقال دو زخمی و اعزام نیروی طالبان به مرز را دیده است. با گفته او، درگیری در منطقه عبدالرحمن در نزدیکی یک کارخانه رخ دارد. پیش از این هم طالبان و مرزبانان ایرانی درگیر شده بودند. در این درگیری، در حالی که رخ داده است که ایران به تازگی سفارت افغانستان در تهران را به دیپلمات‌های طالبان واگذار کرده است. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین.